یاد بگیریم که گل نکشیم، گل بکشیم. سلام، من حمید سهرابیم. میدونم بازیگریم خوب نیست، ولی به هر حال تحمل کن. امیدوارم که هر جا هستی شاد و سلامت و پر انرژی باشی. تو این کلیپ یاد میگیریم که گل بکشیم و گل بکشیم توسط نرم افزار ایلوستریتور، توسط یه ابزار و یه حرکت و خیلی خوشگل و جذاب. ببین، حتما لازم نیست که تو ساعتها وقت صرف یه دیجیتال پینت خفن کنی و در واقع از این حرفا. همیشه خلاقیت برنده است، همیشه خلاقیت برنده و برنده است. پس یاد بگیر که به جای اینکه وقت خیلی زیادی روی یه چیزی تلف کنی، یاد بگیر با خلاقیت انجامش بده. اینجوری تو کمترین زمان ممکن باحال‌ترین نتیجه ممکن رو میگیری. خب وارد نرم افزار ایلوستریتور بشیم تا متوجه داستان چی بشیم. این از نرم افزار ایلوستریتور. ببین، من پالت رنگیمو اینجا گذاشتم، 4 تا رنگی، که اون اتفاقی که ابتدای کلیپ دیدی و قراره به هر حال با این 4 تا رنگ پیادهش کنیم. بی بزن، ابزار براش انتخاب میشه. با براش یعنی قراره بکشیم. بابا سخته، من فکر کردم با پن کشیدی. با پن هم میشه کشید، ولی با پن زمان بره. خب حاجی آقا، با براش که ما قلم نوری نداریم که بخوایم در واقع با براش اینو بکشیم. اشکال نداره. ببین، ایلوستریتور مجهز و یه هوش مصنوعی بامزه داره. یعنی تو اگر یه دایره سعی کنی بکشی ولی یه ذره کج و معوج بکشی، خودش فرمی داره صاف میکنه. نگران نباش، نگاه کن، مثلا اینجا دست من میلرزه، خودشونو صاف میکنه. پس قصه نخور از این بابت. خب رنگ براش مشکی پیفت ایکس بزن جای فیل و استرو کوز شه و حالا شروع کن بکش دیگه. ببین، گلی که من کشیدم این شکلی بود. اول از همه یه اسموک خیلی نازنین اینجا اینجوری. حالا این خیلی کلوف شده، میبینی؟ باید بکشی تا دستت بیاد. خیلی یواش، این تنشه، این سرشه، اینجا میاد یه پیچ میخوره، حالا یا اونوری یا اینوری، و اینجوری گل رو شروع میکنیم بکشیدن. حالا اینجا نمیدونم من مضطرب شدم چی شدم، چرا یه گل افلیج نصیب ما شده، ولی اشکالی نداره. یه گل افلیج اصلا راضی نیستم. 2-3 بار این اتفاق رو رقم بزنی، همون چیزی که میخوای میکشی. ببین این گل، این سرش، پیشنهاد میکنم بیاری اینجا، اینجوری بیاری و حالا شروع کنی بکشیدن. دوباره بیا اینجا. من دارم با موس میکشم، و تازه با موس هم نه، با ترک پد لپتاپ دارم میکشم، واسه همینه که سخته. و یعنی اگر قلم نوری بود که خیلی به. چرا اینجوری افلیج میکشیم؟ اشکال نره. ببین، من میتونم استروکو بعدن کمش کنم. پس یاد بگیر باید به قدر اینو روون میکشی که چی بشه، که اون نتیجهی که میخوای و بهش چیکا کنی برسیم. حالا امیدواریم که دیگه نتیجه بخش باشه. یه گل افلیج داریم میکشیم، ولی در هر صورت همین قاعده. حالا این باید وسط باشه. ببین، اگر من میخوام باز یه نمونه دیگه اینجا بکشم، ببین الان، حالا اینو فعلا ولش کن، کنترل شیفت اچ بزن یکم صفحه بزرگتر شه. بخوام قشنگتر بکشم، بعضی جاها رو باید اینجوری سرعت بدم. میبینی؟ حالا باید اینقدی با موس یا ترک پد یا قلم نوری بکشی تا چی دست بیاد. خیلی افلیجی شد دیگه این، ولی به هر حال اصولش هم همینه. ولی تو نرم میکش، سعی کن نرم برخورد کنی. ببین حالا خیلی نرم اینجوری میکشی، میه اینجا، اینجا یه پیچ میدی، اینجا اینجوری، به همین ترتیب. میبینی گل با مزه‌ای میتونی رسم کنی به همین سادگی. این گل خوبه، ولی خیلی تنش کوچیک، اشکال نداره. آب زن این بخشو انتخاب کن تا اینجا، اینو بکش بالا. آها، میبینی این با مزه شد. من اینو هستم.
حالا میتونی اینو انتخاب کنی، آ بزن که دایرکت سلکشن انتخاب شه. یه ذره اینو بیار پایین، یه ذره کرف کن اینجا رو. بله میبینی که خیلی بامزه میتونی این اتفاق رو رقم بزنی. حالا هنوز کار داره ها، ولی خب فعلا بیا این رنگا رو بهش اعمال کنیم. ببین ال بزن، الیپست انتخاب شه، یه دایره اینجا بکش، حالا یا بیزی. حالا آ بزن، اجازه بده من شیفت ایکس بزنم رنگشو بهش بدم. آی بزن، کماکین انتخاب آی بزن، روی این کلیک کن که این انتخاب شه. حالا آ بزن، اینو یه ذره موجی بهش بده که یه شکل بامزه‌ای بگیره. حالا وی بزن، ابزار سلکشن تولت انتخاب شه، اینو یه موج کوچولو بده. آها بذار اینجا یکم لازم بزرگترش کنی. آها حالا واسه این که بره پشت این شکل، کنترل رو نگه دار، شیفت هم نگه دار، براکت بازو بزن، میفته پشت این. حالا میتونی جا به جاش کنی و باهاش بازی کنی که کجا باشه. اینجا هم من میخوام یه دونه شکل بکشم، میتونی با براشم بکشی و با براشم باحاله. مثلا همچین شکل اینجا بکش، نگاه کن. آها البته اینو حالا انتخاب کن، شیفت ایکس بزن، آی بزن، این رنگو از روش بگیر و حالا اینو بنداز اینجا. میبینی ولی خب آبراش میکشی یه ایراداتی مثل اینجا به وجود میاد که باید درستش کنی. اشکال نداره، اینو بیار اینجا وی بزن، یه کوچولو کوچولوش کن، کنترل شیفت براکت باز، اینو بنداز این پشت. ولی این خیلی کلفته، یه کلیک رو این بزن، اینو در حد نیم پیتی کن. میبینی اینجوری با مزه ترم میشه. و حالا اینجا هم باید همینو بندازم، منتها یه ذره جهتشو عوض کنم، یه ذره کوچیکترش کنم اینجوری. و به همین ترتیب آی بزن، این رنگو بهش بده. چیکار کردیم؟ آی بزن، این رنگو بهش بده و حالا میمونه این بخش. دوباره از همین میتونی کپی بگیری، بزرگترش کنی، در این حد میتونی یه ذره بچرخونیش، دوباره کماکه اون لایه انتخاب آی بزنی و این رنگو بهش بدی. میبینی اون اتفاق باحال خلق شد، ولی باید اینقدر با این براشه بکشی تا اون چیزی که میخوایی به دست بیاری. حتی میتونی اینو نازکتر کنی، میبینی هرچه نازکترم کنی باحالتر و مینیمالترم میشه. به هر حال رفقا، من حمید سهرابی هم، خیلی خوشحالم از اینکه این جلسه هم با من همراه بودی. اگر هنوز کانالمو سابسکرایب نکردی از این پایین سابسکرایب کن، دو تا کلیپ مرتبط دیگه بهت معرفی میکنم. اگر مشتاق و علاقه من بودی بشین اون دوتا کلیپ هم ببین، لایک یادت نره و تا اتفاقات بعدی و کلیپ های جذاب دیگه ارادت.